خیلی برای من جالبه که وقتی که یه حسایی به کار میفته این آدم باورش نداره تا وقتی که لحظه اتفاق میفته که باورش میکنه وقتی که داشتم تنهایی ساز میزدم اون روزی که داشتم قطعی رو با خودم زمزم کردم خیلی وقت بود اصلا طرفش هم نرفته بودم نمیدونم اون روز چطور شد که این ملودی رو شروع کردم و بعد تقریبا هنوز به یک دقیقه نرسیده بود که تلفنم زنگ خورد و بهم گفتن که اتفاق افتاده راستی چی بود که من چه حسی بود که من اون روز این ملودی رو زمزمه کردم نمیخوام اصلا توی مسائل خرافی برم ولی به نظر من انقدر وقتی که احساساتت به یک رفیقت عمیق میشه مثل که واقعا اجازه به خودت بیاد بدی که تو یک حسایی بری که شاید به صورت نگاه سطحی اسمش نگاه خرافی باشه ولی من اون روز این ملودی رو زمزمه کردم با ساز و هنوز جمله رو کامل نکرده بودم به من خبر دادن که من استاد شجریان رفت و مثل این که قبل از اینکه بگن باور کردم و خیلی چهار سال عجیبی گذشت یعنی اینکه همش فکر میکردیم که این رفیق ما دوست ما شرایط خوبی نداره آیا خودش رو برای ما داره زندگی نگه میداره یا دارن زنده نگهش میدارن به نظر من شجریان میل به زندگی داشت همیشه و همیشه همیشه هم زنده خواهد موند یعنی زندگی رو به ما یاد داد خیلی صحبت ها میشه به شجریان خیلی خوبه که آدم باهاش زندگی کرده باشه نه به عنوان عنوان کسی که ازش تحت مثلا اون اتوریته یا اون عظمتش قرار میگیری کسی که رفیقت باشه و وقتی که رفیقت هست میبینی که این رفیق چقدر ارزشا داره چیزی حدود داره چلو چند ساله که این احساس رو من تجربه کردم در قالب یک رفیق و خیلی الان که حتی ظاهرا نیست بازم صداش برای من یه حالت دیگه پیدا کرده برای من خیلی جالبه که خیلی صحبت ها میشه که بعد از شجریان تا که آوازی وجود نداره یا مثلا لطفی نداره یا خیلی از این چیزها میشه به نظرم یه یعنی مقداری کلیشه ای این چیزها جریان پیدا کرده ولی اتفاقا آدم های بزرگایی مثل شجریان بذری رو میکارن برای آیندگان تمام آدمایی که در هنر جسارت داشتن و وجود داشتن در واقع راهی رو رفتن که بقیه نمیرفتن و راهی رو هموار میکنن برای نسل آینده من به عینه میبینم چون ما یه نسلی بودیم که در کار خودمون صمیمیت داشتیم زحمت کشیدیم همینطور که ما وارث زحمات دیگران بودیم و چقدر زحمت کشیدن و چه چیزهای گرانبهایی به ما دادن ولی باید همیشه قبول کرد که زمان میگذره و خیلی چیزها شکلش عوض میشه و همه چیز باقیه وقتی که همه دارن مثال شجریان رو با فردوسی میزنن و بعد میگن که آواز دیگه رفت یا نیست به نظرم دارن ارزش کمی به آن چیزی که شجریان کاشت میدن شجریان و امثال شجریان مثل مثلا ما در موسیقی میگیم عارف درویشخان شیدا اینا که همش زندن خیلی جالبه این همه پشت هم نسل میگذره ولی بوی تراوت وجودشون و کارشون همیشه میاد اگر خلاصه کنم این دوست عزیزمون رفیق عزیزمون و استاد شجریان رو میتونم بگم که خصایصش چه چیزایی بوده بعضی ها خیلی تکیه دارن رو تکنیکش به نظرم کمتر آدم های دارن که در مورد تکنیک شجریان صحبت کنن چون اون خیلی آگاه به تکنیکش بود و <applause> تمام راه ها رو طی کرده بود و از تکنیک گذشته بود آن چیزی که هنرمند رو شجریان میکنه هم گذشتن از تکنیک یعنی که دست پیدا کردن به هنر نابه و هم اون شخصیت اجتماعیش یعنی اینکه شما خیلی تبهر داشته باشی ولی هیچ شخصیت اجتماعی یا حتی سیاسی نداشته باشی یعنی آدم بی تفاوتی باشی به نظر اون فقط هنر برای هنر میشه شما اگر بخواید یک فرد اجتماعی یه فرد یه آدم ملی بشی خیلی زیباست خیلی الان تختی رو نمیشناسن خیلی ممکن که واقعا الان فردوسی و حافظ و تمام شعرهای بزرگای ما دیگه در حیبت انسان نمی و کسی به اینکه به مرگشون فکر نمیکنه همیشه فکر میکنه که زندن و کنارشونن ما هر شاهدی بخوایم در زندگیمون بیاریم فوری از همین آدمایی که ظاهرا در زندگی ما فیزیکن نیستن ولی جاودانه هستن به نظر من شجریان اگر که تبهرش که تکنیک گذرانده بود در موسیقی اگر شخصیت اجتماعیش نبود میتونست فقط تبه باشه یا اگر فقط شخصیت اجتماعی بود میتونست فقط یک شخصیت اجتماعی باشه شجریان حتی کسانی که به موسیقی آگاه نیستن به عنوان یک چهره ملی شناخته شد و به نظر من با سرعت یعنی لازم نشد که ده سال و بیست سال و یه قرن بگذره بگن حالا مثلا شناختنش خیلی جالبه که هر کسی که هر کسانی که اومدن این واقعیت رو پنهان کنن انقدر این واقعیت قوی بود که اون رو نه تنها خونسا کرد یک ضربه علیه خود هم نشد به نظر من شجریان هیچ وقت سعی نکرد که فقط شعار بده یا شجریان وقتی احساس کرد که یک قدرت هنری هست اون قدرت اجتماعیش هم به دست دارد اون وقت حرفش ارزش پیدا کرد اون وقت تونست رو همه مردم رو توده مردم اثر بذاره هنرمند موقعی موفقه که تمام جامعه تمام اخشار جامعه متاثرش باشن نه فقط روشن فکر باشن نه فقط آدم های آمی این مطلب خیلی مهمی که هنرمند چگونه بتونه این دو زاویه رو به هم پیوند بده نگیم که آواز رفت اتفاقا هنرمند های بزرگ یک بذری رو میکارن یک راهی رو باز میکنن و یک تجربه ای رو میکنن که نسل بعدی از اون پله شروع میکنه اگر که این تجربه ها نشده باشه دوباره باید از اعماق زمین شروع کنن شجریان هنرمندی بود که به آسمان خط شد حالا دنبال کسایی که دنباله راهش رو دارند از آسمان شروع میکنن نه چندان که گفتم قم با قم با درمان نکردند مسکین غریب مسکین غریب آن گل که هر دن در دست بادیست گوشرم بادد از اندلی